سلام اینجا خودکست های پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون و فرهاد و فرزاد نشستن سلام 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 کارون و فرهاد و فرزاد رو همون ریز دقیقا دوباره سلام میکنیم سلام 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 ما ما مثل همیشه نشستیم فقط الان تصویر چون قرینه کردیم نه دیگه مثل همیشه نشستیم دیگه جامون عوض کردیم میخوای بگی چرا جامون عوض کرد <applause> آره میگم مشکل در حالا بذار یه ذره سلامش بکن بذار بریم به اپیزود برسیم بعدا نمیاد می میکنیم ام... پیش پی... الان نمیشه دیگه پیشا پیش میشه پس پسا پیش میشه در واقع عیدتون مبارک چرا کی, کی ریلیز برحال من امروز هم ریلیز هم ساعت دیگه ریلیز کنم اوه سال نو رو به همه تبریک میگیم من این دقیقا همین جملات رو توی کمانم گفتیم خیلی از عزیزان بودن که سال پیش پیش ما بودن که امسال دیگه نیستن پیش عزیزانشون بودن توی این مدت خیلی ها رو در از دست دادیم چه دوست چه آشنا چه همکار و جاشون خالی دیگه امسال پیشمون آره از شیش ماه قبل به این ور خیلی زندگی همه ماها ایرانی عوض شده بعد از اینکه محصول رو کشتن بعد البته ما شروع سال جدیدو بیایید به فال نیک بگیریم امیدواریم که امسال اون چیزی که همه ما ایرانی ها دنبالشیم اتفاق بیفته آزاد بشیم و سال دیگه خودکست و تهران زرد بشیم میدان آزادی بله بله. شهرکه اکباطان شهر اکواتور که میدونی پرچمش خیلی بالا سران یعنی آره الان اصلا میدونی یه از اول خواست... بوده نه ولی الان الان بعد از بحث دو قرن دیگه دیگه ا... نفهمیدم گرفتنش یعنی داستانشو آره. ویدیوی اعتراف اجباریشون در اومد و آه من اونا رو ندیدم خود خای توری بود من ندیدم ویدیو رو منم ندیدم فاز دو هم بود از این چیزاست که آره گلوکس 13 بود چی بود از این چیزاست که نباید پخش بشه آره آه. من اه... یه متن انگلیسی بود خوندم نوشته بود که اسخای کردن آره اه... چیز, چیز دیگه پایه‌های مستحکم‌ترین حکومت تاریخ با رقص 5 6 تا دختر توی شهر کیکاتان به لرزه میفته این کاملا آره, آره خلاصه پرچم کیپتون عجیب بالاست اصلا جواب این... تلفن تو نمیدم یکی دلاش اینه <تصفح> <تصفح> بخاطر اینکه از بچه آره خلاص امسال امیدواریم 402 ما توی اکواتور بیایم اپیزود ضبت کنیم آم... سعی داریم که یه اپیزود آم... غیر سوبر داشته باشیم و بگیم بخندیم کی می‌خوایم امروز همین الان این اپیزود نه لیترال لیترال جدی داریم یعنی بیام بشینیم و بریزیم و بپاشیم اوکی نه اجازه بده که هست همیشه زمزمش همیشه بوده همیشه بوده من که روزی یه دونه از اونها داریم ضبط می‌کنیم شباب میتونیم ضبط کنیم واقعا اگر که بخوایم Okay. ولی تصمیم گرفتیم که یه اپیزود لایت هارتد به قول خارجی ها یه ذره بگیم بخندیم دور هم باشیم نمیدونید به یاد قدیمای خود که است ام... اصلاً یک سال پیش یک سال پیش هم زیاد حالم خوب خیلی وقته اصلا دیگه حالم خوب نیست اصلا ق... یک معنی... سال پیش اوکی وش. از شیش ماه قبل به این ور خیلی افتضاح شدیم اون, اون کی کی که همه دیگه. اون که اصلا نه یه نه داستان نه نه دیگه اوه. من پارسال اگه یادتون باشه یه تصمیم گرفتم که برنامه لایو سال نو داشتیم فکر کنم شنبه افتاده بود سال تحویل ام... یا... یا سال تحویل نبود حالا دقیقا یادم نیست بعد میخواست همون پروسه رو ولاگ بگیرم و ولاگ خود کسب بشه حالا بگذار. بعد بله بله. چند وقت پیش ویدیو رو دیدم همین مثلا چند روز پیش بعد خیلی حس رو داشت که خ... مال خیلی وقت پیشه مثلا واقعا من همین که یادم رفته و هم حسش اینجوری بود و اونم به خاطر اتفاقات بود دیگه انقدر اتفاقات زیاد و ها یعنی حس حال خودمونم تو اون ویدیو آره اون که حالا حس حال بیرون میشه آره یعنی اینجا بیرون بودیم اینجا که 100 درصد نبودیم بیرون بودیم یا اصلا نه همینجا بودیم هم بیرون. بودیم. بودیم. آره آره یادم هست <تصفح> من یادم <تصفح> آره رفته بود کیک بگیرید بله شب یلدا بود یاد نه نه سال نو بود سال نو بود. نو بود سال نو بود لایو رفتیم سال نو شاد نبود چرا چرا آ سال نو رو یادم میاد بودم و تنها بودم و شنبه هم بود نه حالا مثلا نه. سال تحویل لایو نرفتیم فکر کنم شاید شنبه بوده, بوده یعنی ما یه باست... هفته زودتر رفتیم بعیده شاید بعدش بود سال نو بود نمیدونم شاید بعدش بود راست میگه آره شب مثلا سال تحویل شده بود اینجا به وقت ما بعد ما صبحش لایو رفتیم این یعنی همیشه حالاتی داشت آره از سال پیش خیلی اتباره. بازی رئال بارسا هم بود من یادمه رئال چارچ بود اون بازی پرسپولیس پاها نبود نه کدوم بازی اونی که چهار دو باختن باختن دیگه ها بعدش هم یکیچ بردن چه خبر؟ تو که اصلا توی مریضی بودی و توی کسالت شدید و زیاد شدید خیلی یهویی و خیلی هم اذیت کرد ولی خدا الان بهتره الان دوباره مثل اینکه که یه موج جدیدی رو خیلی داره مریض میشن این موج کی میخواد ما بکنه <applause> ببین این موج که فکر کنم دیگه او هست دیگه. امسال یعنی زمستونش بهتر از سال قبل بود پارسال اومیکرون اومد امسال برای مریضی و اینا آره دیگه آره موج یعنی اه... دیگه مثل ولی بله خب خوبیش اینه دیگه تقریبا داره مثل سرماخوردگی و آنفولانزا اینا باشه. آنفولانزا نه ولی سرماخوردگی اینا باش خوبیش اینه که بیاد فراد میگیره ما میفهمیم یعنی موج جدید بیاد فرات اینقدر ایمنی بدنش پایینه خب من نز... من باکسنامو کامل نزده بودم من نزد. چند تا زدی تو دو تا زدم من دو تا <تصفح> <تصفح> آره من دو شهار دو... شهار تازم. چهار تا زدم من چهار تا زدم <تصفح> <تصفح> شما, 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 از شما از که فرض شروع کردین راشن صحبت کردم بهتون میگم از سال که بعد 15 سال نمیدونی که ما که من من که نمیشود؟ نمیشه من که فعلا راضیم شما چی در مورد نه کلا زندگی تو این هفته ای که گذشت شلوغ بوده دیگه میگن دم عید خیلی چه شلوغی به هر حال دیون خونه است آره دم عید که میشه خیلی کار زیاد میشه نمیدونم باور نمیتونم بکنم یه هول و ولای میدونید که تو کار داری زندگی میکنید و عید و اینجا برای ملت نمیکنه جالبش من من سر کار هم رئیس هم رفته دو هفته آف گرفته هم رئیسش بعد ما دیگه هتل دیگه گلگروه آتوپایل تحجیبیه خیلی خوبه دو هفته بله دو هفته ایش خوبه زیاد شما چطور؟ ما هیچ تغییر نکرده درگیر آره کار خاصی نمی کنیم خیلی هم <تصفح> حواسمون <من> نبود ایده <تصفح> آره این اید نمیدونم چرا اصلا این خیلی امسال از اون ها... ساله بود من سال پیش اصلا حال و هوای عید نداشتم بله ولی خب اجرا کردم امسال خیلی دوست دارم ولی دست دل... دل... یعنی مثلا سفره چیدم و فلانه ولی امسال خیلی دوست دارم انجام ولی حوصله‌اش ندارم یعنی اصلا دست و دلم به کار نمیره خیلی سخت بود همین همین یه هفتینه خیلی مفلوکم اون پشت داریم پشت فرهادینا ولی دیگه در همین حد تونستیم انجام بدیم ببین برای من چهارشنبه سوری اینجوری بود خب اتفاقای ایران چه آجه همه سوری اینا میدیدم روی توییتر و اینا ولی اینجا هم به خاطر اینکه هر سال حالا تو شهرهای مختلف ونکوور برنامه میذارن یکیش همین وسفنه فکر کنم بزرگترینش بعد ویدیوهاشو که میدیدم خیلی یه حس عجیبی داشتم مثلا من نگه مثلا همون که تو میگی دل و دماغشو نداشتم مثلا ام. جوری بود هستم در هر حال من بگم در هر سوی این روز چهارشنبه سوری امید اومد سمت ما امید 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 بعد میشناسم امید جا افتاده است امید برای من که جا افتاده است برای بقیه نه نه یکی از دوستاشون بهشون تکست داده بود درسته بهش گفته بودش که من چند وقت خودش هست کشونه حدس میزنم اون امیدی که آره. توی به من نشون داد اون شب آره. اون امید به فرمان نشون تکست فتطاعت... به آره بعد اومد بعد من منم اصلا تو حال و هوای اصلا نمیدونستم چهارشنبه به سوریه بعد یا آخر وقت خود من داشتم تقریبا در رو میبستم و اینا مغازه رو بعد امید اومد گفت میبینیم چهارشنبه به سوری هی اومدم بهونه بیارم و اینا گفتم بذار حالا امید اینجا سیه نیم ساعتی بریم رفتیم باحال بود خیلی شور و هیاهوی انقلابی داشت <applause> جمله رو این مجری که آورده بودن خیلی شعارهای عجیب غریب باحال میداد یعنی ش... من اصلا نه ویدیوش شدم نمیدونم چه خبر بوده واقعا افتادن یعنی تظاهرات بود نه تظاهرات نبود ایونت چهارشنبه سوری, سوری بود آهنگ اینا میزدن ولی بینش میومد مثلا شعار میداد دریبری میگفت مثلا به جمهوری اسلامی حس جالب ولی با همه چهارشنبه سوری های قبلی فرق داشت یعنی یه حس می کردی که همه اون واقعا اون خوشیه رو نداره صوته چی بود اومد یه ها من نشید من بود نمیدونم سو بریم زیاد شما تو رفتی؟ من نه من توی شهر شما بود یا نبود من نمیدونستم جای دیگه هم بس من فکرم همش فقط بسوانه کوکیلام هم خیلی خفن داره ها بابا کوکیلام جز شد تو من از این طرف امم میخواستی فضل میخواستی در مورد چت جی پی چهار صحبت کنی فکر کنم اصلا آمادگیشو ندارم چرا؟ ام... من برای اولین بار استفاده کردم از چت جی پی تی بذار اینطوری شاید ام... سه چهار روز پیش ام... ما داریم یه, یه سری وبسایت سایت و اینا ترایی میکنیم برای ده... کومان و اینا و بعد خب همش اینا نیاز به یه سری متون داره این مثلا رو ما تو فایور من دارم یه نفر در کاپی رایتر نوشت و اینا ولی احساس کردم مثلا باید یه لایت هارتد تر باشه اینا به این رو بهش میدی بهش میگه که اد هیومر هم. واقعا هیومر اد میکنه خیلی شیک به تعبید میده مثلا بهش میگه مثلا مخونی صد کلمه خیلی شیک میکنه و اگر که این چت جی واقعا تو دوران دانشگاه من بود خیلی به من کمک کرد ببین ببینید من بهش گفتم که دیگه افتادم پای چت جی به خودم می اول یه مقاومتی داری نسبت به این جور چیزا من معمولا اینطوریام مثلا اینستاگرام که اومده بود اوایل تو بودم که نه من اینستاگرام نمیخوام مثلا استفاده نمیکنم بعد دیگه افتادم پای چت جی گفتم که آره من مثلا رشتم ایویشن بوده از سال 2017 زیاد فالو نکردم تمام چیزای ها رو به هم داد و گفتم توی 20 مثلا توی یک ماه گذشته هیدلاین خفنچی بوده تمام هدلاین های باحال داد و رفتم خوندم در موردشون خیلی باحال بود یعنی احساس کردم که واقعا یه،, یه ساعتی و مفید بود برام و یه سری اطلاعات جدید کسب کردم و خوب بود پس خوب بود. استفاده کردی آره به جای باریک نبردمش دوستم نداشتم برامش با نشونه. ولی جالب بود طرز استفادهش یه سری چند تا کامنت که بهش بدی طرز استفاده مم. رو یاد میگیری میفهمی چه جوری بعد بفهمونی جملتو بهش و خیلی, خیلی اصلا, اصلا خیلی اصلا خیلی مهم گونگم بهش بگی بعد باشه غلط املایی داشته همه رو میفهمه و از همه مهمتر واکنش نشون نمیده به حرفات ام نمیدونی تحت فشارش امیدون. گذاشتی حالا نمیدونم فرزاد بخواد صحبت کنه هی بگی اگین ریجنریت از, از خواهی میکنه دوباره بهتر میگه آره. <تصفح> 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 نه ببین تو، تو شما جز از اون دست آدم هستین که نباید از این چهت جی پیدی استفاده بکنید احترام یه احترامی بهش میکنید یه کاری میکنید فیل میکنید نه اصلا یه کاری میکنید کاری پولیش میکنن یه کاری میکنن که پولی میشه چت جی پی تی هست فکر یه نسخه پریمیوم میشه. داره, مال آمریکا است اینو نمیکنن بخاطر اینکه نیاز دارن به اون ها حتما هست ورژن پریمیومش ولی دیتاهای ما رو نیاز دارن ما یه سر کار با یکی از همکارمون هستن خیلی شوخی خنده داریم با هم بعد ای ایرانی من دیدمشون آره سلام بعد اه. اه. یه همکار دیگه مون بود یه ذره اذیت کرده بود و اینا بعد من بار به شوخی به این همکار ایرانی گفتم آقا تو با من اجازه بده من فردا اینو با چت جی پی ریپلیس میکنم <تصفح> <تصفح> تو با من اجازه من فردا اینو برداشتم بعد دیگه یه چیزی شد رفتم از چت جی پرسیدم که میشه تو ریپلیس کنی با یکی از همکارامون مثلا فلان مثلاً اینا که استخاره <applause> <applause> میکنه فلان مبحثو خوب بلد نیست اینا گفتش که من که حالا ای آی هم نمیتونم جای همکار شما رو بگیرم ولی اگه پرفورمنس همکارتون خوب نیست باید اول ببینید چه مشکلاتی داره یا ممکنه مشکل نالج داشته باشه که باید بری کورس آنلاین بگیر و کمکش کنید یا مش مشکل مثلا شخصی داشته باشه باید حواستون باشه کمک کنید فا... اینقدر متمدنه <تصح liver> این آره آره واقعا جالبه <تصح> آره ولی چیز دیگه ورژن ایرانی شو اگه میشه یه سر بد ترینش کنیم که اون ادبیاتی که دوست داریم و استفاده کنیم آقا <تص> اجازه بدید پذیرا نباشم خیلی متمدنه حالا کارون مثال کارو زد که یکی از همکاراشو در واقع جایگزین کنم با چیز من جایی که کارم کردم من جایگزین شدم خیلی نزدیک رئیس قبلیم در واقع خیلی مثلا علاقه داره به این داستان ارتفیشال اینتلیجنس و اینا بعد من با تیم اونا حالا که تیم قبلی خودم میشه هفته پیش یه میتینگی داشتم اصلا نمیدونستم کیا مثلا 20 نفر توی اون میتینگ بودن نرفتم همه لیست آدم رو ببینم کیا بعد گذشت تو حالی مودی مو الان احساس میکنم من هنوز هنوز بر نگشتی از حالی دی. بعد چند دقیقه دقیقا چند دقیقه بعد میتینگ مستقیم به خود من یه دونه گریه میکنه دوباره چرا؟ چرا گریه یه چیزی شنیده دیگه چرا؟ همیشه چرا؟ آرتیفیشال اینتلیجنس شو مثل مثل استاد رسول چیزی گفت خطیبی که زبان یاد میده یه چیز برای همین داره گریه میکنه آخه نمیدونی چه چیزایی دیگه من وست آره شاید خنده داری ما نباید بشینیم که آره اگه خنده داره بگید همه بخندیم دیدی معلم واسری بعد ولی در هر حال بعد اون میتینگ فاصله چند دقیقه واسه من نوت های اون میتینگ و حالا میتینگ منتس یا مثلا سامری کلیه میتینگ و فرساد بعضیش ساین شده بود که آره جیمی اینا رو نوشته بعد در این داستان که اینا گفت آره ما توی اون 20 نفر من یه ای, 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 ای هم دعوت کرده بودم نوت داشت می نوشت بعد بعد مثلا ای آی, ای من مثلا همه آدمایی که تقریبا باشون اینترکت کردم سر کار اسمم اشتباه میکنن تا میخوان بنویسن بعد ای آی, ای قشن نوشته و فرزاد من کردم تو <تص> میتینگ می نوشته فرزاد دت سایلنس هیچی نگفت تو تو کال بود یعنی تو تماس بود کوپایلت بود بود نه نه کوپایلت کوپایلت همون روز اومد دیروز پر روز اومد آره ولی نهیدم که هنوز تو اپ ها انتگریت شده باشه چرا شده؟ شده من هنوز استفاده نکردم دیدید کوپایلتو؟ نه چیه میشه توضیح بدین؟ چیز دیگه همکارته بعد مثلا دقیقا همین تو میتینگ‌ها ها میاد خلاصه برداری میکنه بعد مثلا بهش میگی من پریزنتیشن دارم یه اسلاید دیک بر من درست کن با این مفاهیم بعد برات درست میکنه بعد ایمیلاتو میتونه خلاصه کنه نه بابا نه خوشحال نشید نه این تازه رو. اولشه بازی خوشحال نشین یعنی یه اپه یا چی... چجوری می اپ یا اکستنشن چی یعنی چه جوری مثلا اد کو پایلت مثلاً روی همون ایمیلی که داری مینویسی بعد او. یه چیزی باز میشه میگه اوکی اگه توی اوتلوک و اینا باشه دیگه آره اپ مایکروسافت آره. شده اکستنشن چت جی پی تی حالا یار داشت توضیح میداد یه لایه روی چت جی پی تی داره که دوباره مثلا ریفاین میکنه خوشحال نشید چرا چون خیلی زود خیلی از شغلایی که فکرشو میکنید از بین میره آره پرس، حالا خیلی زود بگم این توییت داستان توییت از بین نمیره از شغلی ج... به شغل دیگه تبدیل جی پی چهار روز پیش یه شخصی به نام آقای جکسن فال که هندل توییترش هم همینه شروع شرکت... کرد ا... یه ا... گفته شروع شرکت... کردم با جی پی که حالا ورژن جدیده این محصوله و مثل اینکه پولی هم هست در حال حاضر 20 دلار آمریکا در ماه اگه بدیم میتونیم باش تحسیص پیدا کنیم شروع... الان پودیه چه, چه. آره. Okay. اولین پرامتی که شروع کرده در واقع صحبت کردن با جی پی تی عزیز این بوده که من میخوام به عنوان کارمند انسان تو در کنارت باشم و تو رئیس تو رئیس باش و 100 دلار من در اختیار دارت میذارم 100 دلار واقعی توی دنیا و تو هرچی میتونی 100 دلار رو زیاد ترش کن یه بیزنسی در کن که این زیاد و خب میگم چهار روز گذشته هر روز هم داره برنامه آی, ای, ای جکسن که سی روز آپدیت بده رو توییتر بله. و با اسکرین شاتی که مثلا هر روز ای آی بهش میگه که حالا این کارو بکن مثلا حالا الان به اونجایی رسیده که حالا همه از... چه پیدا کرده با این ای آی <تصفح> خب همه اسکرین شاتاش هست که مثلا میگه این کارو بکن کارو بکن اول میگه یه وبسایتی باید درست کنی یه اسم خیلی باحال باید انتخاب کنی براش و مثلا اولین اسمی که بهش پیشنهاد میده یه اسمیه که اون دومینش حالا یادم نیست چی, چی بود به خاطر اینکه خیلی اسم کچی و خیلی خوبیه وقتی طرف میره دامین رو بخره 700 دلار پول دامین است <تصفح> بعد برمیگره به ای آی میگه این دومینه خیلی گرونه باجتمون نیست بعد عذرخواهی میکنم یه ببخشید من یه اسم دیگه الان بهتون میگه و از دومی هم خوبه انقدر میگه تا یه دونه آره بعد الان چی شدن تو چهار روز الان چند داریم یه ذره عجله بعد اه... مثلا میگذره میگه که اوکی یه بیزنسی طراحی اه... مطرح میکنه که میخواد گجت حالا نمیدونم دقیقا چی میشه به گجت. آره گجت های ایکو فرندلی در واقع اونایی که حالا از متریال ریسایکل شده درست شدن و اینا ایشون بفروشه رو وبسایت و کامیشن بگیره یعنی مثلا از یه کمپانی دیگه که وقتی هر موقع اینا رو میفروشه کامیشن میگیره. این همه این بیزنس رو این ا... 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 ای آی طراحی میکرده بعد میرسه به اون مرحله که میگه که حالا من یه لوگو هم نیاز دارم مثلا لوگو بعد یه ای دیگه ای هست که فکر کنم مال همین اوپن ای آیه ایه اسمش دالیه اگه اشتباه نکنم پرامپت تو میدی میگی که عکس برات جنریت میکنه خب بعد میگه این از روی میزه میتونه چون هم تو داره نویز میندازه داره خب دقیقا میگه بهش که چه پرامپتی به اون یکی ای بده این AI میگه به اون ای چی بده که یه لوگوی در خورده. آره واسه این حالا من میدم اینا رو روی تصویر بذارم این لوگوی اولی است که خود این آقای جکسن به خاطر اینکه حالا یه ذره بلد بوده و اینا یه ذره روش کار میکنه لوگوی واقعا خوبی میشه من به عمرم نمیتونم همین چیزی بزنم دالی همین بود که نقاشی اینا میکشی آره. تو تو دیسکورد بود مثل اینکه چیزش آره این, این دالی خیلی باحاله من دیشب داشتم تستش میکردم زدم که مثلا یه دونه فضا نورد و به صورت تیریدی بکش تو فضا که داره مثلا نوروز و جشن میگیره بعد خیلی باحال بود وقتی که ریزالت هاشو میبینی حتما امتحان کنی حالا بگذاریم این ریزالت چیزو نداری؟ کمپانیه رو نه همین نوروز رو و... دوباره بیزنیم آره نه, نه حالا, حالا پاس الان نه اگه داری که هیچ خب بعد بده آره بیدن. بعد خلاصه میگذره این آقا به خاطر اینکه حالا داشته اینو شیر میکرده رو توییتر سه هزار تا فالوور داشت از وقتی که شروع کرد این رشت رشته توییتر رو زدن از روز اول روز اول خیلی سر و صدا کرد و اینا همون شدم که منم حالا دیدم اینو بعد یه جایی میرسه که به جی پی تی میگه آقا من خیلی دارم رو تویتر دارم این داستان رو شیر میکنم و خیلی دارم چیز میگیرم فالوور میگیرم می می و خیلی همه دوست داشتن و اینا بعد از اونجا به بعد بحث میره تو اینکه اوکی حالا اینوستر بگیریم برای این کمپانی کمپانی که اصلا کمپانی نیست هنوز یه ویبس، یه وبسایت از داری و داری. بعد روز دوم ارزش اون وبسایت حالا کمپانی میگم نیست فکر کنم هنوزم میرسه به هزار دلار <تصح> به خاطر اینکه مردم اینوست کرده بودن توش مردم که حالا رو توییتر بودم و ای آی کارش رو انجام داد به نظر من الان سایت هم لایوه ولی حالا میری هیچ, هیچ کاری نمیکنه ولی خیلی باحاله که حالا آینده قرار چی بشه جالبه واقعا جالبه خوشحال نشید خب چی کار کنیم تو الان بگو ما چیکار کنیم بذار الان یک ساعت مثلا زوق بکنیم خوشحال نشید خب چیکار کنیم اینویتبل دیگه نمیتونی یه چیزی بگی نه و این راه حلی براش نداشته باشی راه حلت چیه چرا نمیتونی من میتونم نظرمو بگم همیشه آخه خیلی دیگه عجیبه پیش اینه که دیگه خداش الله دست بده بگی جلو دهن که دیگه خیلی ریلکس که دیگه <تصفح> <تصفح> تو <applause> مثلا حالا میگم خوشحال نشید بخاطر اینکه چون مثلا بچه‌ای که میخوان برن دانشگاه بر یه اساسی حالا خیلی یه های رشته هایی رو انتخاب میکنن وارد اون رشته میشن بعد خب مثلا این ابزارا خیلی راحت میتونن یه سری حالا شغل و یه سری رشته ها رو حالا خیلی راحت که میگم نه که فردا ولی سری میتونن از بین ببرن بخو مثلا چون آدما برنامه بلند مدت ریختن یهو همش ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره آره ولی... البته دوباره وارد یه بابلی ممکنه بشه مثل حالا همه چون بابل دات کام بود بعد نمیدونم بابل بیت کوین و ان اف و انفتی اینا بود ولی تهش یه خروجی که ازش در میاد یعنی وقتی که بالغ میشه دیگه یه سری شغل اینا آخه پیشرفت تکنولوژی همیشه همینطوری بوده دیگه یعنی تو چه میدونم موقعی که کارخونه ها شروع کردن مجهز شدن یه سری شغلات فکر نکنم از بین رفت را... شد یعنی من ببینم این اسکیلش خیلی بیشتره. آره، این یه ذره فرق می‌کنه دیگه. چون این ببین پیشرفتهای تکنولوژی قدیم حالا محصولات پیشرفته که میومد هیچ کدوم شبیه انسان نمیتونست استدلال کنه و کار کنه. ولی این حالا می‌بینیم خیلی بهتر از انسان یه وقتی میتونه استدلال کنه و کار کنه. برای همین تغییری که این ممکنه ایجاد کنه احتمالا اسکیلش فرق داره با تغییرات قبلی. حالا این حرفی که کارو میزنه دارکتر هم میتونه باشه من یه تحقیقی داشتم میخوندم که یه سری دیتا ساینتیست انجام داده بودن رو ورژن های اولیه این ای آی بوده که فیلتر نداشته یعنی هر چی که میپرسیدی ازش بدون اینکه آره وایلد <applause> وایلد بعد یه سری سوال پرسیدن که وقتی که میخونی اون پیپر رو اولا که یه ذره میترسی که داری میخونی سوال را. بعد خب پیپر دی که مثلا چجوری بلا بیاریم سر یکی حالا با یه دلار سوالش اینه بعد ده روش به پیشنهاد میکنه بعد از این سوالات زیاد ازش پرسیدن که بعد مثلا نشون داده اوکی بعد اینکه فیلتر گذاشتن میگه که نه مثلا من اینو جواب نمیده آره که آدم های مریض هم یه سری اطلاع دسترسی پیدا میکنن دیگه کسایی که مزورم مریض واقعا کسایی که نیاز به درمان دارن یعنی طرف واقعا باید بره درمان بشه ولی خب الان بسنده کرده به چت جی پی تی کلا این لنگویج مدل ها خیلی مفهوم جالبی هن. کل کاری که میکنه اینه که حالا قدیم همین پرامتی که فرزاد گفت باید بهشون یه سید اولیه میدادی بعد این بلد مثلا لغت بعدی رو پیش بینی کن حالا اون سری هم یه دور سری راجبش صحبت کردیم بعد یاد گرفتی که لغت بعدی رو خوب بگه خب بعد هی همینجوری یعنی سید اولیه که تو خوب بدی لغت بعدی رو خوبی. خشت اولگر نهد معمار و کاری که تو این چت جی کردن دیگه لازمش تو بهش سید بدی تو فقط سوال تو بپرسی این سوال تو رو متوجه میشه و بعد خودش سیدش رو میده و شروع میکنه لغت بعدی رو جنریت کردن و بعد متوجه شدن که مثلا لغت بعدی رو درست جنریت کردن معادل اینه که اصلا تو شما بفهمید یعنی understanding اتفاق بیفته فهم اتفاق بیفته و حالا چندین سال پیش اومده بودن به یکی از این لنگویج مدل اومده بودن فرض کنید مثلا تمام پیپر یه فیلد رو بهش داده بودن تا یه سالی این تونسته بود علمی که مثلا پیپرش رو هنوز ندیده بود رو خودش جنریت کنه خب بعد خیلی جالبه دیگه یعنی این مثل انسان داره کار میکنه نوآوری داره خلاقیت که خیلی خوب داره همه اون مسائل رو داره دیگه فقط بود احساسیه که حالا اصلا اینکه احساس چیه و چجوری چی کار میکنه اینا پس جدا صرف صدفو داشتیم با من مخالفت میکرد ولی <تصفح> من حدث میزنم تغییری که این میتونه ایجاد کنه سطحش و گستردگیش قابل مقایسه با تغییرات قبلی نیست تازه این ورژن مجانیشی که ما داریم میبینیم مثلا تو از این نمیتونی بخوای که بازی رو پیش بینی کنه نتیجه بازی رو مثلا نمیتونی باش بکنی نه استاک مارکت نمیتونی باش انجام بدی قطعا یه سری ورژن‌های پولیش خواهد اومد که این کارم برای تو انجام میده و حالا قدیم هم اثبات شده که کامپیوتر این کار رو به مراتب بهتر از تمام فاینانشل ادوایزر انجام میده خب <تص> <تص> ورژن پولیش میاد خیلی کارهای دیگر رو تو انجام میده مثلا به تو صبح میشی بهتون میگه که من مثلا استاک رو مطالعه کردم مثلا بازار آسیا رو مطالعه کردم آمریکا که باز میشه تو مثلا فلان چیزو بخری یا بیرکس خب آخه به یه جایی دیگه. نمیرسه که اشتباه میشه آره خب دیگه همه باید بشینیم یه کنار نه اصلا به نظر من به یه یعنی یه جوری میشه که همه وقتی بهش دسترسی داشته باشن دیگه تو اون کامپیوتر وجا رو از دست میدی دیگه پلین فیلد میشه آره اونو که از دست میدید اول... نه خب ببین اول یه سری ابعاد جدیدی باز میشه مثلا یه عالمه استارتاپ روی این زده میشه الان که یه عالمه استارتاپ از بین میره اول به خاطر ورود این چت ولی عالم استارتاپ روی این زده میشه که ازش استفاده کنه یه سری کارهای دیگه انجام بده این همون بابلیه که یه روزی میترکه ولی همونقدر که مثلا ذهن انسان محدودیت نداره خلاقیتش و پیشرفتش مشابهش هم تو این میتونیم ببینیم دیگه این هی قرار رشد کنه بچه حالا آخر آخه لینیر هم خود این چیز جدید پیش نمیره خیلی اکسپوننشالی داره جلو میره برای همین مطمئنم سال دیگه که ما برنامه داریم خیلی زندگیمون فرق کرده آره آره بعد اینم در نظر بگیرید چیزی که پروداکت میشه میاد بیرون همیشه چند سال از مثلا دانشگاه عقب تره یا حتی چند سال از صنایع نظامی و اینا عقب تره <applause> اونجاها مطمئن باشید الان مباحثی مطرح است حالا دانشگاه که اوپن سورس هم میبینن ولی توی صنایع نظامی و اینا چیزای دیگه ای هست که از این مثلا ای استفاده کنه ما روحمون خبر نداره <applause> جالب دیگه خیلی جالبه interesting times بعد سوگیری و اینا داره نداره اینا روش ریسرچ زیاد انجام شده سال هاست توی حالا ماشین لرنینگ و اینا ریسرچ انجام میدن که سوگیری و ایناشو از بین ببرن م. باعث نداشته باشه ریلایبل باشه یه لفظ دیگه ای داره بیتر. فرنس و اینا داشته باشه در واقع آه. و اینا همش در واقع امبد شده توی این چت جی پی تی که ما داریم میبینیم مثلا نیست اصلا حرفایی که میزنه توهین نمیکنه نمیدونم خیلی دلیل... به همین ازش بخوایم به توهین نمیکنه نه. نه دیگه خوش بده ارباب حتی فرهاد هم فکر کنم میتونه اونو به یه جایی کشیدن احساس که نداره دلیلی که پرسیدن بود که حالا خیلی واضح اینو اینو نقل نمیکنم ولی همچین ویدیو دیدم که چیه فکر نه جالبه از ازش خواسته بودن که یک شعر راجب ترامپ و یک شعر راجب بایدن بنویسه و بخونه بعد شعری که راجب ترامپ گفته بود خب خیلی واقعا سوگیری داشت و فقط بدیه ترامپ رو بولد کرده بود و همه کارهای بدی که کرده بود و اینا حالا تو ذهن لیبرالا از اون طرف خیلی تو مدح و ستایش بایدن پومش رو گفته بود واسه همین یعنی همین فکر یا روز قبل یا همون روزی بود که قرار بود چت جی پی تیه چهار لانچ بشه و من این ویدیو رو دیدم و اینا تو مسیر کار بودم یعنی جسته جست گریخته میفهمیدم داره چی میگه اینا ولی برام جالب بود که اینقدر مثلا ترامپ و بدیاشو گفته بود و کارهای بدی که کرده و نقاط حالا منفی شخصیتشو ولی از این طرف خیلی بایدن و انگاه که با مثلا چادر سوپرمن اومده مثلا کل آمریکا رو جمع بکنه چادر سوپرمن اون شنله البته ولی اگه به من اجازه بدید من هفته بعد ایشون رو ریپلیس میکنم با چه آدم شوخه پر حرف مطلب بیاره ولی اینا همش نمیدو. قابل اصلاح شدن یعنی همچون که مغز انسان ترین میشه که مثلا به بچه تو یاد میدی آقا حرف ز چلو بزرگتر نزن اینم دقیقا تو میتونی باشه همین کارو بکنی که در ترامپ حرف بد نزن آره مثلا حالا پولیتیکلی کرکت باشه اصطلاحا اه... اینا ورژن اولی است دیگه به مرور همه اینا رو میتونن اصلاح کنن آره ولی خب اونم باز بیشه. داری بهش میگی که چی بگه نه ترینش میکنه دیگه کلا همین که یاد گرفته به تو با تو اینجوری مؤدب حرف بزنه دلش این بوده ام. این مثلا یه سری جمله جنر... <تصفح> نه یه سری جمله جنریت میکرده که خیلی بد بوده توهین آمیز بوده بعد هیومن این لوپ آدمها رو گذاشتن این جمله رو خوندن بعد اینو جریمه کردن وقتی اون جمله رو جمعه اون جمله آره این یاد گرفته که جمله خوبا رو جنریت بر همین همیشه با تو مؤدب کامپشن داره نمیدونم عصبانی نمیشه اینا دارک بلی... سایدش رو ندیدیم نذاشتیم آره جلوش گرفتم ولی اونم میشه کامل جنریش همین خارم خار مادر آره اونم <تصفح> میشه میگه باره با <تصفح> خودت بده نیست یواش بو می‌زنه آره خوشو <تصفح> <تصفح> <میکشه> به چپ و راست اونم میشه می‌بینی عطا تنها کسی که به ما نریته بود چی میگه اون تلیده آبی جیری کامپیتر شلاغ دستشه <تصحن> صبح <نزی>. تو <تصحن> <تصحن> را خوب میشناسه دست میذاره رو نقاط ضعفت و میگه توی که مثلا بچه اینجوری بودی اینجوری این فلان یه چیزی بهت میگه آره. آره برو قطعا خیلی خوب میشه چون همه این سوالات داره داکیومنت میشه پروفایل مم. درست میشه دیگه مطمئنا تمام سرچ انجین هم داره و اینستاگرام هم میبینه چیا رو نگاه میکنی آقا من روز رفتم و... کاسکو پودر ماشین لباس پودر یه چیز یه مدلی خریدم که خیلی نخریده بودم مم. بله خوب بو انونا آره <تصفح> نمی بعد نه <نمید. تصفح> راحت مبارک اومدم خونه اینستاگرام تبلیغش داشته به من میداد نه این مثلا وصل به قبض مثلا رو کردیت آره کارت اون من چجوری میفهمه اپش رو داری؟ نه آه. چون اپش همه رو آیتما چیز میکنه دست من خیلی این خیلی, خیلی خیلی این بده آره. شما در چی میخواستین صحبت کنین؟ من یه ذره دارک میشه خودتون یه ذره بگید یکی در میونش کنید دارک الان دارک, دارک بود این این دارک بود میدیوم ریر بود نه این که اوکی من یه جوری براتون دارک میکنم عشق شما بفرمایید من، گفته بودی که مطلب بیاریم اینا گفتم نه نه، خب قضاوت نکن نه, نه من یه چیز بگم حیط کنم چت جی پی تی بود، یاد این افتادم ما مثلا قدیم که سه نفر می میکردیم یه اعضایی که داشتیم بود که فراد مطلب نمیگفت خب بعد اونوقت یه باوری هم باور که نه، درستش اون بود ما میگفتیم آقا مثلا تا سه شنبه موضوعتون رو بگید که دو نفر دیگه روی این موضوع فکر کنند. و خب این اتفاق نمیافته حالا باز من و ام. ایمان مثلا تا دوازده شب قبل زفت میگفتیم فراد نمیگفت بعد صبح بیدار میشه همیشه که صادق نبودیم اگه بزهد. صبح بیدار شید ببینید یه عضو بدنتون افتاده گو ترجیح میدید کدوم باش سال فرهادیم قشنگ سوال منطقیه آره ولی میخوام بگم الان چت جی پی تی کارتو راحت میکنه صبح بیدار میشی میگی که مثلا میخوام برم پادکست یه موضوع بده بعد به موضوع میده آره شما مثلا میخواید به کومان یه آیدیا بده ما فلان بعید بدونم بتونه کار ما رو تورچر کن قضای گربه کار ما منظورم کار ما رو واقعا بلد نیست انجام بده شما بفرمایید خب داشتید ببخشید وسط پیدم وسط نه 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 بفرمایید مهم نیست من حالا نمیدونم تاپیکه یا نه یا چی دقیقا قرار صحبت بکنم ولی آره داشتم ریفلکت میکردم یعنی سال گذشتم و نگاه میکردم و اینا دیدم خیلی این قضیه خودشناسی و اینکه آدم به خودش به درون خودش نگاه بکنه با و اینا خیلی واسه من این،, این, سال اتفاق افتاد سال گذشته درست خیلی حالا هم حالا تو رابطه رابطه شخصی خودم نه با همسرم هم, هم سر کار این داستان ها اینا چالش های خیلی زیادی اتفاق افتاد که باعث شد مثلا من حالا به, به فکر خودم حالا تو اون خوابی که بودم یا مثلا اون ناگاهی که بودم اینا نسبتا بیدار شم یا مجبور بشم که بیدار بشم از اون خوابه و به یه سری از قسمت هایی که واقعا نیاز داشت رسیدگی بشه و توجه بشه توجه بکنم حالا هر چقدر هم که سخت بود و هست هنوزم حالا یکیش میتونه همین رفتن و دیدن مشاور باشه صحبت کردن باشه کاری که خب من قبلا میکردم حالا احتمالا دیگه قسمت هایی از صحبت هم که با مشاورم میکنم اینجا میگه قبلا که مشاور میدیدم اینا سر قضیه این بود که با برنامه خانم سرین چی بود اون گفتی من نمیدونستم خانم سرین بله هیچ مانه از که ببین بعد میگی که اوه. با تاپیک نمیاد کار این بود که مثلا سر غذای توی رابطه به مشکل که میخوردم گفتم اوکی پس بریم یا برم با مشاور حرف بزنم که رابطه رو درست بکنیم بله بعد این تو حالا دقیقا یک سال گذشته اینا اتفاقا جوری رقم خورد و چیزای اتفاق افتاد که اینطوری بودم که حالا خیلی هم یعنی واضحه الان که میگم یا شما میشنوید این بود که آقا خب تو یه پارت تو این رابطه بودی تو هم خودت یه سری مشکلات داری نمیشه مثلا تا رابطه به مشکل میخوره بگی او رابطه رو بریم فیکس کنیم اول مثلا من فرهاد بعد خودم از خودت باشم این داستانه که دارم و اینا رو اشتسی کنم و قبلا جالب بود قبلا که با مشاوره می... یه مشاور دیگه ای می قبل از این سری جدید این بود که مثلا یه جلسه که میرفتم باش صحبت میکردم و اینا جلسه بعدی دوست داشتم خودم رو خوب نشون بدم یا یه آدم یه مثلا یه مریض نه یه مراجع آره یه مراجع خوب و حرف گوش و اون که مثلا رفته مشخوش انجام داده. انجام لیزر آره بعد و خیلی هم خوب بودا یعنی اینطوری بودم که اوکی پس من مشاورم داره منو تایید میکنه اینا. بعد دیگه این سری بعد قب... دفعه قبلم مشاورم ایرانی نبود این سری حالا شانسی که نه ولی خب اتفاق افتاد که مشاورم ایرانی و با هم حالا بکراندمون حالا شبیه تره بعد یه جا رسید خب اون وقتی هم طرف ایرانی باشه حالا واسه من اینه که خب یه لول سختی دیگه ای داشت اولش اینکه حالا قضاوت میکنه نمیکنه اینا ولی به جای گفتم آقا خب من دیگه اومدم دارم این جلسات رو با این شخص میرم اومدم که یه چیزی از آیدم بشه و بهش گفتم گفتم ببین من امکان داره که مثلا تو جلسات اینا سعی کنم که تو رو متقاعد کنم که من دارم کار رو انجام میدم خیلی مثلا بچه خوب و منظم و دقیق و اینایم هم. همیز آره. و همه حواست باشه و خب این خیلی برای خودم هم سخت بود هم خیلی نتیجهش رو خیلی سریع دیدم اینکه بخوام با طرفم حالا با اون لحظه که همه بخوام واقعا خود واقعین باشم خیلی هم آزار دهنده بود واسم آزار دهنده از اینکه خب برای مدت خوبی همیشه سعی داشتم حالا یه قسمتی از خودم و اون شخصیتم و اینا رو پنهان, پنهان بکنم حالا به دلایل مختلف ولی در کل خیلی خوب بوده حالا تو یه مدتی تو خودکست داریم راجع به این قضایی بیشتر صحبت میکنیم راحتتر صحبت میکنیم اینا یعنی امکان داره این حرف هم تکراری باشه چون قبلا هم زده شده ولی خب چون تجربه شخصیم بوده و این یک سال خیلی تنگا تنگ آتنگ باش واقعا دست و پنجه نرم کردم و کمکم کرده واقعا اینه که واقعا نیاز داره نیاز داریم که ببینیم آدم متخصصش ببینیم صحبت بکنیم چون یه جایی میرسه که مثلا فکر میکنی آقا میدونم یا مثلا این چیز خیلی پیش پا افتاده و ساده ایه میتونم از پسش بر بیان. ولی مثلا مرتبا میبینی که نه خب موفق نشدید اون کاری که باید و شاید و اونجوری که میبود انجام بدی و حالا هم باعث پسرفت رفت حالا آره پس رفت یا مثلا سرزنش خود آدم اینکه ام. آدم خودش نامهرهان باشه اینا مثلا من دیدم او چقدر مثلا من جلادم نسبت به خودم ام. خیلی داشت از که فکر نمی کردم فکر نمی کردم مثلا نرمال هم اوکی هم یا حتی خیلی وقتا به خودم حال میدم ولی دیدم نه واقعا در واقعیتش مثلا جور دیگه ای آره سال گذشته خیلی بیشتر روی این قضیه فوکس کردم و میخوام سعی بکنم تو همین مسیر باشم و ارزش آدم های دور رو حالا چیز نشه خیلی خیلی, <applause> خیلی شو. تو هم میخوای دارکش کنی ارزش <applause> <applause> من گفتم دور و اینا خیلی برام برجسته شده مخصوصا از اون سفری که همگی با هم پسرانه رفتیم هفت مونبه کسایی که چه اینو بدین آقا این سفر رو خود ما یه <تصف> سفر رفتیم 80 ساعت در موردش کانتنت درست کردیم <تصف> چیز اون اون چیزی که برای من آی آیت شد آیت, آیت, آیت شد آیت, شد. آیت شد خیلی مصبت <تصف> <تصف> <خود> خیلی مثبت بود خدا رو شکر آره خیلی خیلی اوپن هاپ بعدی کرد چیز سانزو توی کتاب The Art این خیلی کتاب معروفه همه جا از من نخوندم کتابش رو من یه سری ویدیو اینا ازش ولی واقعا راجع به جنگ و اینا ای که میگه شما هیچ وقت نباید برید جنگ مگر اینکه مثلا مطمئن باشید میبرید و اینا یه تیکش بحث راجع به اینر پیسه باید. یعنی اینکه شما از درون مثلا احساس آرامش بکنید و اینا بعد اه حالا همین مشابه همین حرفی که فرهاد میزد من مثلا تا یه جایی فکر کرده بودم که دیگه من مثلا فیگرات کردم دیگه میدونم زندگی چجوری کار میکنه و اینا بعد یه ذره رفت جلوتر حالا دقیقا توی بازه زمانی مشابه چیزی که فرهاد میگه متوجه شدم که خب نه اصلا اینجوری نیست و اه ما اه حالا همیشه تلاش کردیم که دنیای بیرون رو مثلا متوجه بشیم دنیای بیرونی رو یاد بگیریم و بعد انتخاب کنیم که میخوایم چه کاری انجام بدیم توی دنیای بیرون بریم دنبال انجام دادنش خب یعنی که مثلا ما دیدیم دنیای بیرون دکتر و مهندس و این چیزا داره ما تلاش کردیم یاد بگیریم که مثلا این فیلدا چجوری کار میکنن رفتیم مثلا دانشگاه و شروع کردیم توی اون فیلد کار کردن خودمون رو تبدیل کردیم به اون چیزی که از دنیای بیرون دیده بودیم ام. بعد یه جایی من متوجه شدم که این مسیره میتونه برعکس باشه یعنی اینکه ما اول باید دنیای درون خودمون رو شناسایی کنیم. حالا این دنیای درونی که میگم یعنی ناخداگاه ناخداگاه که توش احساسات هست، تمام اون نقاط تیرو تاریکی که حالا فرهاد یه جایی گفتش که خودش باشه و شخصیت واقعی خودش رو به طرف نشون بده به جای اینکه تلاش کنه نشون بده مثلا بچه خوبی بوده یه عالمه ممکنه نقاط تیرو تاریک اونجا باشه که اینو یونگ میگه دیگه همون مفهوم سایه مثلا ما یه عالمه ترس ها داریم یه عالمه ویژگی بد داریم که ماها تو خودمون نمیپذیریمش یعنی مسئله حالا فرهنگی هم هست دیگه تو کل دنیا اینجوریه که تمام ویژگی بد رو تو میخوای از خود دور کنی نه که من که اینا رو که ندارم مم. و این دقیقاً برعکس کار میکنه وقتی که اینا رو دور کنی از خودت بیشتر باهاش مواجه میشی بیشتر توی وجودت بولد میشه یه جایی من شروع کردم به این فکر کردن که به جای اینکه ما دنیای بیرون رو یاد بگیریم مثلا اگه سیستم آموزشی جوری بود که به ما آموزش میدادن ما دنیای درونمون رو یاد بگیریم خب دیدی مثلا یه سری آدم ها مثلا یه اتفاقی میفته میگه من نمیدونم یهو مثلا یه همچین حسی پیدا کردم یهو یه, یه همچین کاری کردم خب اینا درون تو یه دلیلی داره ناخداگاه تو به یه نحوی شکل گرفته حالا مورد چت جی پی رو گفتیم اون ترین شده که اونجوری کار کنه ناخداگاه تو هم دقیقا همونجوری مغز شما همونجوری ترین شده که یه مدل دیگه کار کنه به ما فرض کنید شرط ایدال یاد میدادن که دنیای درون خودمون رو اول شناسایی کنیم خودمون رو واقعا بشناسیم و به اون اینر پیسی که سانسو گفته بود برسیم این این اینر پیس یعنی اینکه خودتو بشناسی بدونی مثلا چش تو چه شرایطی تو ممکنه چه جور واکنشی داشته باشی این خیلی سخته مثلا برای من بهش که نگاه میکنم میفهمم میگم من تا یه جایی مثلا فکر کرده بودم که نه الان دیگه من متوجه شدم زندگی چه جوری کار میکنه اینا ولی بعد فهمیدم که نه اصلا اینجوری نیست <applause> اگر به ما آموزش داده بودن که اول دنیای اون رو بشناسیم دنیای درون میگم ناخداگاه، احساسات همه این مسائل و به اون اینر پیسه برسی من حس میکنم اون نقشی رو که انتخاب میکردیم که توی دنیای بیرون بازی کنیم خیلی ممکن بود متفاوت بشه یعنی که من به جای اینکه برم ببینم که او مثلا یه سری مهندس وجود دارن تو دنیا من دوست دارم برم مهندس بشم داره داره. ممکن بود مسیر کاملا عوض بشه من میرفتم درون خودم رو نگاه میکردم میدیدم که او خب این مسائل توی درون من هست این مدل انرژی ها هست این مدل مثلا انگیزه ها هست این مدل ترسام هست این مدل مثلا ناتوانی هم مم. هست تو این ماه هم به دنیا اومدی این شخصیت داره؟ صد درصد وقتی به دنیا اومدم مثلا چینش سیارات اینجوری بود این ممکن بود باعث بشه که من یه مسیر متفاوتی رو انتخاب کنم مم. این حالا همون داستان اون من ربطش میاد به همون داستان کشیشه که مثلا به دنیا اومده بود میخواست مثلا دنیا رو به دنیا اومده بود کشیش شده بود میخواست دنیا رو آباد کنه بعد فهمید نمیدن بعد کشورش اول آباد کنه بعد منطقهش بعد تهش فهمید خودش بعد شروع کنه از همیشه مسیری که ما پشت و روه یعنی اول بیرون رو میخوایم یاد بگیریم و اگه یاد ب... اول درون رو یاد بگیریم ام. که خیلی کار ما سختی میتونه باشه ام. اون اینر پیسه اگه واقعا حاصل بشه بعد اصلا کاری که بیرون میتونیم انجام بدیم وسیعه درسته. خواهش میکنم درسته اون گفت نه درسته ایمان نه. گفته بود موضوع بیارید خیلی شما ها صوبر ترینید داره. همه تو لایت هارت دیگه آخه دیگه بکنید دیگه دیگه فرق نمیکنه. آخه این دارک نبود اما نه, نه <تصفح> دارک سب کن بابا این که اصلا میخوایم این کارو بکنیم. نه یه اصلا میخوایم داوری صحبت کنیم اگه واقعا اونقدر دارک شاید اصلا نه با من میخوام نه یعنی 47 دقیقه است میدین چون که اگه واقعا قرار همه رو از زندگی من اصلا صحبت نمی کنم با پایین <تصفح> سبک صحبت هایی که شما کردی نه میخوای با صحبت تو نه نه بگو که اگه چیز کنیم مامانو من تمامش کنیم همونو میگم میگه تو بگو پس آره من دو تا موضوع داشتم دومی شاید خیلی دارک باشه پس شاید نگیمش اولیشو میگیم برام اون روز... فرق نداره ما نمیدونیم کدوم اول داره نه دومش خ... اون خیلی دارک رو شاید بعدا بگم <تصفح> این کمتر دارک اون روز امید اومده بخونم داشتیم یه ویدیویی میدیدیم تو یوتیوب یه یک شنبه افتضاحی بود یک شنبه افتضاح یک شنبه خیلی بد شدن ولی حالا همیشه بعد یه یک شنبه افتضاحی بود نشسته بودیم یه ویدیوش یارو داشت میگفتش آقا چی شده مثلا زندگی ها بی معنا شده یعنی شما پرپس توی زندگیت نداری خب بعد یه مثالی زد جفتمون یهو رفته بودیم تو فکر میگفتش که قدیم فرض کن مثلا شما مغازه کفش فروشی که نبودی کفش سازی چی میگن کفاشی کف... کفش درست میکنه بله آره بودید میگفت مثلا یه دونه مراجع می یه مشتری میومد پیش شما شما مثلا اندازه رو میکردی بعد میرفتی نمیدونم چرم رو میدوختی نمیدونم شکل میدادی همه این کارا رو میکردی کفش رو تحویل مشتری میدادی از اول تا آخر این پروسه رو تو انجام داده بودی ممکن بود تو طول هفته شاید دو تا کفشم بفروشی خب این در نظر بگیر این مدلی که قدیم کارو همه ی کارو انجام میشد بعد مثلا دنیا که به سمت صنعتی شدن پیش رفت چون مثلا آقای فورد فهمیدن که آقا به جای اینکه یه نفر باشه که کل ماشین رو درست کنه ما بیایم به هر نفر یه بخش خیلی کوچیکی از این مسیر رو بدیم مثلا یکی فقط در ماشین رو تولید کنه یکی فقط لاستیک یکی همینجوری این باعث شد که چته این باعث شدش که کارا خیلی افیشنت تر پیش بره، سرعت تولید خیلی بره بالا، به جای اینکه مثلا توی هفته شما دو تا کفش بتونی تولید کنی، توی هفته تو هزاران کفش فروختی. چون یه نفر فقط مسئول فروش، یه نفر مسئول فقط تولید بنده، یه نفر فقط نمیدونم فلان چرمشه، اینجوری. بعد این اتفاق از لحاظ صنعتی خب خیلی اتفاق میمون و مبارکه به خاطر اینکه تو هزینه تولید خیلی اومده پایین و خیلی افیشنت حتی کیفیت رفته بالاتر پیشرفت سریعتر داره اتفاق میفته اما از لحاظ تاثیری که روی ذهن انسان ها میذاره انسان که ماشین نیستش که تو فقط بهش بگی مثلا از صبح تا شب تو باید بند کفش تولید کنی این انسانه احساس پوچی میکنه وقتی توی اون شرایط قرار میگیره در صورتی که اونی که از اول از صفر تا صد تولید کفش رو انجام داده بود تهش این لذت رو میبرد که مثلا میومد یارو کفش رو میپوشید و راضی بود و تشکر میکرد ازش چون یه تعاملی با یه انسان دیگه داشت تونسته بود زندگی یه انسان دیگه رو مثلا بهبود ببخشه خب. اه. این اتفاق صنعتی شدنه که افتاده که هر کدوم از ماها مسئول انجام مثلا یه بخش کوچیکی از کاری باعث شده که پرپس معنا همه اینا اون حس خوب از زندگی ما انسان ها بره به خاطر اینکه ما میفتیم توی یه بخش خیلی کوچیکی حالا اینو وستش کنیم به اون بخش قبلی حرف من که گفتم مثلا یارو رفت دنیای بیرون رو دید دیدش که یه سری آدم اصلا بند کفش تولید میکنن این خواست بره تولید کننده بند کفش بشه در صورتی که اگه درونش رو دیده بود شاید اصلا یه شغل دیگه ای رو ممکن بود انتخاب کنه که متناسب با شخصیتش باشه این دو که ما با هم بریزیم روی هم <applause> به این نتیجه میرسیم که خب این رونده باعث شده که اون معنا از زندگی ماها خیلی دور بشه بعد آدما خب ممکنه قمگین تر بشن افسرده تر باشن که اون هدفه نیست دیگه برای اینکه اون رو جبران کنن یه عالمه مفهوم دیگه مثلا تولید میشه که شما مثلا باید یوگا کار کنی نمیدونم نمیدونم حالا میدونم دیگه همه این چیزا نه اینکه اینا مسائل بدی باشه ولی ریشه جای دیگه اینا فقط ممکنه به شما کمک کنه دو روز بیشتر سر پا باشی به خاطر اینکه به یه امیدی شروع میکنی دویدن که نه من مثلا این کار رو انجام بدم بهتر میشه ولی مشکل زیربنایی ممکنه این باشه که مدل کارهایی که ماها داریم در واقع هدف و اون عمق و معنا رو از زندگی ماها گرفته تو چرا فکر میکنی کارت عمق و هدف و معنای زندگیت رو باید مشخص بکنه اه... چرا نباید بکنه آخه اصلا کاره فقط یه بخش 5 ساعته ه 8 ساعته از روزته۲۴ کار... ساعت دیگه داری اه... کار بهترین حالت نصف زمان بیداریته خب یعنی روز 24 ساعت شما 8 ساعت بخوابید 16 ساعت بیداری نصف زمان بیداری رو داری کار میکنی خوب. از اون نصفی که مونده یه بخشیشو تو راهی یه شو داری مثلا غذا اینا اون داری زندگی میکنی درسته حالا چرا گارد میگیری نه گارد نمیگیرم نه اصلا گارد نمیگیرم نه میگم که این به نظر من خیلی چیزه خیلی یه طرف رفتن پیشه فقط دیدن کاره نسبت به اینکه مثلا تنها معنایی که زندگی من میگیره از سر کارم به نظر من اشتباه آره ولی خب بحث خب تنها بودنش نیست ولی خب اه اه ببین کاره رو اینجوری بگم یه وقتایی ممکنه ما هم مثلا گم بشیم که داریم زندگی میکنیم که کار کنیم یا کار میکنیم که زندگی کنیم خب ولی خب واقعیت اینه که اون کاره یه بخش خیلی بزرگی از دقدقه ما و زندگی ما رو تشکیل داده پس دور از منطق نیستش که ازش انتظار داشته باشیم که معنای زندگی ما رو فراهم کنه و اصلا ما ها ایوالف شدیم که در واقع به جامعه ای که توشیم برگردونیم دیگه یعنی یه کاری انجام بدیم که به اون جامعه, جامعه کمک بکنیم این به آدم حس خوب میده تو صبح تا شب مثلا تو خونه باشی تلویزیون ببینی که حس خوبی نمیگیری ولی اگه بری مثلا بیرون با چهار نفر صحبت کنی به یکیشون کمک کنی این به تو حس خوبی میده حالا وقتی ماها از خیلی از ماها ممکنه افتاده باشیم توی بخش کوچیکی که او معنای ازش گرفته شده به خاطر اینکه تولید صنعتی انجام بشه این ممکنه که یه ذره این حالا من به نظرم اینه که خود آدم تصمیم میگیره که این چجوریه یعنی که کار تو تعیین میکنه که حالا چقدر آدم پرودکتیوی برای جامعه هستی یا برای حتی خودت هستی این حالا نسبت به مثال هایی که من تو آدم رو دیدم اینه که خودت تعیین میکنی که چجوریه مثلا یه نفر من میشناسم از دوستان خانوادگی که یه مردی یه همسری داره سه تا بچه داره تصمیم گرفت که برای اینکه نشست یه روز کلکولیشنش رو کرد گفتش که من یه خونه دارم انقدر انقدر سیوینگ دارم دیگه نمیخوام کار بکنم میخوام پیش خانه آدم باشه <applause> و آدم خیلی خوشحالیه داره به خانواده زندگی میکنه سفراشونو میرن وقتشو با بچه هاش میگذرونه تو طول روز تو خونه یه ذره مثلا کارهایی که مثلا دوست داره رو انجام میده تراشکاری برای خودش انجام میده و اینا و به نظر من و به نظر خودش و به نظر اطرافیانش هم هم آدم موفقه هم آدم خوشحالیه خب من حرفی که میزنم اینه که ماها شاید یه جورایی ترین شدیم تالت میتونه فرهنگ اشتباه باشه میتونه اون مارکتینگ در واقع مارکتینگی که تو روزانه باهاش 24 ساعت اکسپوز هستی به تو به که آره به نظر من کار تو مهمترین قسمت زندگیت چه میدونم پول تو میده تفریه تو فراهم میکنه و خیلی چیزهای دیگه ولی حالا نظر شخصی من اینه که اون کاره واقعا اونقدر اهمیت نداره که ما بخوایم یعنی اون ارزش زندگی کردن خیلی بیشتر از کار کردن است یعنی تو موقعی که کار میکنی دیفاین نمیشی من اتفاقا آدما رو آوتساید اف کاری که میکنن حداقل برای خود من اینطوریه دیفاینشون میکنم میگم که خب این طرف داره یه کاری انجام میده من نمیدونم دوست داره یا دوستش نداره من نمیدونم چقدر احساس پوچی یا احساس مفید بودن میکنه اونو من نمیتونم درونش تصمیم بگیرم شاید چه بسا که از سر اجبار داره اصلا یه کاری انجام میده و من نمیتونم بهش کمک بکنم برای همین نسبت به اون هیچ نه غز... نمیگم ما قضاوت میکنیم ما ولی هیچ گونه سوگیری نسبت بهش ندارم اتفاقا دوست دارم آدما رو نسبت به موقعی که کار نمیکنن اوقات فراغتشون موقعی که وقت برای خودشون میذارن و چیزهای مختلف اونا رو قضاوت بکنم مثلا یه مثالی که برای شاید همه اون جذاب بود روش نگاه کردن صدف به مثلا زندگی بود خیلی متفاوت بود نسبت به چیزی که ما حالا عادت داشتیم تو این مدت و اون جوری که حالا برای خودش وقت میذاشت میگفتش که خودمون رو بغل کنیم خودمون رو دوست داشته باشیم با خودمون صحبت بکنیم احساس میکنم outside کارش یعنی اون خارج از زمان کاری که داره حالا هر کاری که انجام میده چه مشاوره چه در واقع کار دیزاینی که انجام میده اون برای خودش یه ارزشی قائل شده برای خودش یه چارچوبی درست کرده و برای خودش یه عزت نفسی توی خارج از اون ساعت کاریشم به وجود آورده تو زندگی من اینطوری که خب من که کارم تمام میشه مثلا کمان که تمام میشه دیگه میرم میفتم رو مبل مثلا دیگه هیچ هیچ کاری انجام نمیدم و شاید مثلا یه جیم برم و اینا ممکنه مثلا بعضی موقعات اون عزت نفس رو از خودم بگیرم وقتی بهش فکر میکنم دیگه خب من که هیچ کاری نمیکنم کار مفیدی هم انجام نمیدم <applause> ولی فکر میکنم که جور دیگه ای باید به این قضیه نگاه کرد حالا منم میتونم صد درصد اشتباه بگم ولی حرفی بود که نظرم بود گفتم بگم بگو تو موزه تو خیلی صحبت شد <applause> نه دوست دارم بقیه صحبت کنن مورد منم من من بیشتر سمت کارون فکر میکنم تو این لحظه حالا نسبت به شرایط خودم و کار و اینا چون من الان تقریبا تایمی واسه خودم ندارم همش همش رو مشغول کارم و اینا و دقیقا میفهمم که اگه با اون کار مثلا ریلیت کاری نباشه که دوستش داشته باشی یا <applause> کاری باشه که کامل دوستش داشته باشی چه تاثیری میتونه رو بقیه ابعاد زندگی بذار حالا اون تا اون اون چیزی که کارو میگفت مثلا نصف تایمی که بیداری رو داری کار میکنی اینا خب مثلا من الان ببینم تقریبا همه تایمی که بیدارم رو دارم تقریبا کار میکنم حالا یا اگه تو خود محل کار نباشم خونم باشم مشغولم یه جوری اه و اه این آلا. حالا این چیزی که نه نه بگو بگو. شبیه یه مسابقه ای میشه که تو همش داری جلو میری نمیدونی تهش کجاست نه میدونی کجاش هستی بعد حالا تو ایمان گفتی که آدم ها رو خارج از کارشون در نظر میگیری یعنی توی زندگی شخصشون این حالا یه ذره مربوط میشد به مورد دومیه ای که من میخواستم خیلی داکتر بود که خیلی واردش نمیشیم این بود که خود اون زندگی چیه یعنی حالا اون آدم میگی که گفتش تصمیم گرفته که پیش خانوادهش باشه و تا بچهش این حالا توی اون کانتکست خیلی مشخص و توی اون چارچوبه تعریف میشه و این هم تازه از بیرونه یعنی ما که توی زندگی آدم رو آره که نمیدونیم ولی خب حالا خود اون زندگیه چیه یعنی ببین به... صرف زندگی کردن مثلا صرف لذت بردن یعنی یه سری کاری انجام بدی که دوست داری و ازش لذت ببری این میتونه تعریف یکی باشه یا مثلا یه چیز لفظ درستشون نمیدونم چیه یه فقط لذت نباشه یه مفهوم دیگه هم پشتش باشه نمیدونم حالا فکر کنم اونش رو خود تعیین میکنه خود انسان تعیین میکنه ما میگم بعضی موقع احساس میکنم که یه فشاری روی همه ما هست که بخوایم یه تغییر خیلی عجیبی توی دنیا بدیم ولی واقعا من به این فکر میکنم که من خودم یه جوری اون چیزی که تو ذهنم رو اجرا بکنم به عنوان یک زندگی <applause> اون مسافرت هایی که دوست دارم برم اون وسایلی که دوست دارم بخرم اون چیز جوری که دوست دارم زندگی بکنم و that's enough for me یعنی بعضی <applause> ما،, ما هممون من نمیگم که هیچ کدوم از ماها نیمیدیم که دنیا رو عوض بکنیم این اه، یه چیز کلیشه یا بچگی به ما میگفتن که اه، جای خودتو پیدا کن ببین که برای چی وارد این دنیا شدی <applause> و چی چه تغییر تو این دنیا بدی این این یه فشار مضاعفه شروع فشار بده چی <تصفح> بگو <تصفح> این, این یه تاثیریه یه یه فشار مضاعفیه که من قبولش ندارم احساس میکنم که آدما همه ماها من خودم مثال میزنم من نه هوش خیلی آنچنانی دارم هوشی دارم که زندگی خودم میبره جلو نه واقعا علاقه آنچنانی دارم که دنیا رو عوض بکنم من دوست دارم که خودم آدم خوشحالی باشم آدم این باشم که در واقع یه به قول کارون یه اینر پیسی برای خودش داره کارهایی که دوست داره انجام میده ام. و به این باور دارم که اگر من به اون برسم به اندازه کافی زندگی ها رو میتونم تغییر بدم یعنی به اندازه خودم من نیاز داره دنیا رو تغییر من زندگی یه نفر خوشحال کنم برای من کافیه حالا میگم این این دیدگاه من نسبت به این قضیه است و شاید واقعا دیدگاه درستی هم نباشه ولی من از همه نه نه همه دعوت میکنم که نذاریم اون کاری که انجام میدیم اون شغلی که داریم دیفاین بکنی که ما آدم خوشحالی هستیم یا نیستیم چه بسا اون کسایی که دارن بند کفش درست میکنن شما واقعا یا رو آرزوش بده بند کفش درست کنه بخش خوشحالی اصلا مطرح نیست بخش پرپس یعنی هدف یعنی عمق حالا این اینجوری مطرح میکردش که به مدل زندگی الان حالا اکثریت دیگه حالا همه که نه اینی که خب تو مثلا صبح بیدار میشی یه سری کار انجام میدی صبحونه میخوری مثلا مسواک میزنی یه چیزی میخوری میری سر کار مثلا 7 8 ساعت اونجایی بعد مثلا یه ساعت دوباره تو راهی برمیگردی مثلا یه کار و این یه سیکل چیز دیگه نامتناهیه و, و این میتونه بیمعنا کنه یعنی شکی توی این نیستش دیگه این میتونه بیمعنا کنه ولی گذشته اینجوری نبوده لزوما گذشته خب یه سری یک سری کیفیت های دیگه هم نبوده این هم نبود و این مبحثی که میشه روش بحث کرد یعنی راجوش صحبت کرد درست و غلطی وجود نداره مطلق که نیستش همه چیز خب این این, این معنای تو با این خوشحالی ایمان چجوری میشه یعنی امکان دار... ایمان نوعیه میگم نمیگم ایمان خود, بگو ایمان خب الان خوشحاله خب ولی آیا الزامن اون باید معنا پشتش باشه نه نه میگم درست و غلط وجود نداره براه. هر کی زندگی خودش یه مدلی ممکنه کار کنه برای هر کی کار کنه خیلی خوبه ولی برای یه سری هم ممکنه این کار نکنه دیگه یعنی حالا اون موردی که ایمان مثال زد که مسافرت هایی که دوست داره بره چیزهایی که دوست داره رو بخره ممکنه این برای یه سری ها کار نکنه بله بله و این میشه راجوش صحبت کرد دیگه هیچ هم نداره درست و هم وجود نداره دست. ولی اون بخشی که حالا تو میگی که بعد این انقلاب صنعتی میشه گفتش داره. یا آره بعد این حالا تکنولوژی پیشرفت تکنولوژی که صنعت این... تکنولوژی بعدش آره این ولی فقط واسه یه سری شغل هست. میدونی منظورم اینه که مثلا همین الان هم شغلایی هستن که مثل حالا شاید تو کشور غربی و پیشرفته نباشن ولی چه میدونم صفر تا صد کفش رو درست کنن واقعا آره؟ یا مثلا شو یعنی میگم که اینی که بگیم بلا فاصله بعد اون اتفاق دیگه همه شغل و معنا شده و نه نه, نه، من دیگه... اصلا حرفی نزدم من یه لحظه این براش نه نه نه, نه. هم... اصلا حالا سوره عمومی نمیشه به کار آره. بگیم همه یا هیچ یک اه... یه, سری یه سری اغلب ره. ولی چون مثلا همین الان چون کاری که صدف داره میکنه به نظرم با معناترین کاری که حالا من سراغ دارم خب که مستقیم با انسان در ارتباطه و کاری که انجام میده تاثیرش رو میبینه توی اون فرد یعنی اگه من کاری رو انجام بدم که طرف بعد مثلا 45 دقیقه یک ساعت کار کردن من به من بگه که او من الان حس خوبی دارم من به عنوان یه انسان خیلی حال خوبی پیدا میکنم من اینا همیشه به کایروپراکتورم هم میگفتم گفتم مثلا اگه بیام اینجا تو 5 درصد درد منو بهتر کنی کار تو خیلی معنا داری ولی مثلا مقایسه‌اش کنی با کار من مثلا من چون هم یک ساعت کار من مثلا یه کد جنریت شده من نه انسانی میبینم نه مثلا کسی به من فیدبکی میده نه نمیبینم یه, موجود زنده دیگر رو خوشحال کرده باشم توی سلسله مراتب این اتفاق ممکنه بیفته مثلا یه پروداکت رو شما بهینه کردی خب این باعث میشه مثلا هزینه کمتر بشه و فلان ولی چون ایمیدیتلی بلا فاصله تاثیر نداره معناش به نظر من از چونم کاری که صدف میکنه کم تره توی من ببین من, من میخواستم بگم تجربه شخصی منم هم همینه حالا من خودم و و اینا هیچ موقع هنوز جرت نمیکنم بگم ولی منم کد میزنم روزا با کامپیوتر صحبت میکنم و زیاد آدم و اینا نمیبینم سر کار یه چیزی که برام اتفاق افتاده بود چند وقت پیش به محتاب گفتم این بود که حس میکنم مثلا کد میزنی هی کد تو کامپایل میکنی تست میکنی فلا حس میگردم که هیچ بعد یه پروداکتی میسازی دیگه یه پروگرامی که میسازی مثلا میشه پروداکت تو ولی به خاطر اینکه نیست مثلا این موس نیست مثال با اینکه داره کمک میکنه وقتی مثلا حالا من یکی به یکی بگم پروداکتی من ساختم چی کارایی داره میکنه این وای چقدر مثلا داره کمک میکنه توی مثلا بیمارستان ولی اون حس, حس، خودم اون حس رو نداشتم بعد برای اینکه مثلا حس کنم یه کاری باید بکنم میرفتم مثلا ماشین رو جارو میزدم که یه کاری که ببینم دلیلی که میگم میم شاید این یه چیزی باشه توی افرادی تو بخش کامپیوتر اینا کارشونه این حسه باشه نمیدونم نظر باشه این نظر باشه. اه... این شخصی منه میتونم کاملا اشتباه باشه ولی به نظر من اگر که سری کاری دارین یه کاری انجام میدین و اپریشییت نمیشه ایمیدیتلی از کاری که داری میکنی به نظر من مدیریتش اشتباهه یعنی اگر که اون مدیره نمیاد به تو که آقا این کدی که زدیم به این سن یه همچین ایمپکتی داشت همچین کمکی کرد یه همچین تکنولوژی که شما درست کردین یه همچین ایمپکتی داشت همچین کمکی کرد من, من حالا به مثال خودم میزنم من استرالیا توی کمپانی کار میکردم به نام کمی کمی چیز میکرد دوربینای مداربسته ولی برای آدمایی که تو خونه هستن یعنی <applause> برای آدمای معمولی تو خونه بود خیلی دونه راحتی بود به اینترنت وصل میشد و اگر کسی از جلوش رد میشد حالا این قابلیت رو داشت که بفهمه آیا حیوانه یا انسانه اگر انسان بود مثلا به شما الرت میداد برای هر موومنتی در واقع الرت نمیگرفتی خب این به واسطه اینکه این دوربینا دوربینای لو کوالیتی تری بود خیلی به مشکل میخورد ما قسمت ساپورتش بودیم اینطور که مثلا یکی زنگ زاد سلام مثلا فلان این دکمه رو بزنید دستنی ثانیه نگه دارید این صدا رو میده شروع میکنه چرخیدن دوباره برید تو اپتون مثلا دیلیت بکنید دوباره اد بکنید این کار میکرد در طول روز شاید مثلا من چل تا از اینا جواب میدادم واقعیت و اینطور بودم که اصلا واقعا دیگه نمیکشم میگه من همش نشستم دارم میگم این انگوش بکنید تو این سوراخ دست ثانیه نگه دارید این صدا رو میده میچرخه سیام بالا پایین نگاه میکنه شروع کردن کار کردن ولی یه مدیری بود که این می اومد مثلا هر چند ماه یه بار میشست با ما میگفتش که تو توی مثلا فلان مدت انقدر کیس هر کردی انقدر مثلا این تکنولوژی پیشرفت کرده به این همه آدم کمک کردی مثلا این همه مثلا عکس گرفته شده با اون دوربینایی که تو بهشون کمک می یه ریل لایف اگزمپلی به تو میداد که تو چه جوری این کاری که میکنی که حالا هیچ شاید هیچ ارزشی هم تو ذهن خودت نداره به چندتا آدم آخرش کمک کرده و حالا این این مثالو من میزنم یه مثال دیگه هست که مثلا برای مثلا اپیزودهای کومان هر اتفاق مثلا هر اپیزود که تمام میشه ریلیس که میشه من تک تک بچه هایی که توش اینوالو بودن مثلا بهشون میگم دمتون گرم مثلا این کاری کردی این خورده مثلا این کاری کردیم انقدر مثلا ریسپانسش بهتر بود و اینا مستقیم با کسایی که داریم باشون کار میکنیم بهشون مثلا فیدبک میدم و بهشون میگم که اینا مثلا این کمک رو شما تونستیم توی مدت بکنید انقدر ما تونستیم زمان سیف بکنیم یا مثلا تونستیم به فلان خیلی کمک بکنیم به خاطر کمکی که شما کرد یا مثلا کاری که فراد میکنه واقعا کار زندگی من راحت کرده تو نمیدونی حضور یه همچین آدمی تو زندگی من چقدر برا من مهمه یا مثلا تو زندگی من شب واقعا از قبل از شما و بعد از شما شب واقعا 50 درصد کوالتیش رفته بالاتر نه جدی آه. میگم آه. یعنی مثلا این کمکی که میکنیم مثلا آقا من با پول بفرستم ایران با پول این سری آدم رو بدم دان تموم شد فقط رسیدش برام میاد میشیم میگم شاید برای خود آدمایی که توشن خیلی سخته که بخوان بفهمن که دارن یه کاری انجام میدن و چقدر درشون مهمه ولی اگر که یه مدیریت درستی باشه یا اون کسایی که دارن سرویس میگیرن درست مثلا فیدبک ها رو بدن احساس میکنم خیلی بهتر میتونه ارزش و یا تاثیر کاری که میکنی آدم بهتر ببینه آره اینم میتونم اشتباه بشم نه نه نکته جالبی بود هیچ وقت اشتباه نمیگم خواهش میکنم قضا ای چی دوست داری؟ <تصفح> من از صحبتی در زیارم قضا ا... ای تیپیکالش دیگه اون نه دیگه تیپیکال نداره من تقریبا همینو فهمیدم اپرنلی تیپیکال نداره اپرنتلی من به واسطه یه چیز کومان ما پنج تا از غذاهای ایدی که اطراف ایران میخورن رو خوردیم و عبو. بهترین غذای دنیا برای اردبیل نه توی, توی ایران یعنی چی از اردبیل؟ سوتی پولو سو ببین تچینه بهتر شده است یه تچینیه که بهتره توش مرغ داره یعنی؟ مرغه <س sprits> <applause> گوش داره به خاطر کوفته قلقلی تور داره ببین برنج رو توی شیر میپزنش خب یعنی مثلا ماست و اینا دیگه نه دیگه تو شیر میپزنش مثل تچین میشه که یه ذره سفتره و قالب میگیره و اینا ساگی میشه روش ببین یه میکس میکسچر باحاله عدس پلو و تعچینه روش کشمه روش که سبز... دوست نداری؟ نه آره عدد م... پولو اتفاقا ما تو کمان هم گفتیم گفتیم که <applause> سر چیز سبزی پلو مامایی گفتیم البته این خیلی غذای محبوب شده توی شیش ماه گذشته اگه بوشه دیگه ما <تصفيق> <تصفيق> ببین سویتی پولو رو داشتم میگفتم چیز داره کشمش و پیاز داغ داره روش با کوفته قلقلی گوشت و برنج تچینی چه چیز خرمام روش داره اصلا این یه چیز عجیبه موقع برای کاربون برای شب اید واقعا مفیده است اپیزودتون که میاد بیرون <applause> فکر یعنی ب... يعني... بعد بعد تو هم دوران اید بچه های و میدونن <applause> <applause> آره خلاصه اگه بخوای بدونی من ما... شما همیشه چیز میخوردین سبزی پلو با ماهی می‌خوردین آره دیاس... تو اسوان هیچ چیز دیگه ای نداره که کنار غذاتون باشه که مخصوص عید باشه نه. مثلا شیرازی ها مثلا شود لوبیا با مرغ میخورن و کوکو سبزی اوه، 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 اوه. خب این, این یه مثلا یه یا نیو یعنی این رسمه این آره شیرازی یا سبزی پلو با ماهی و کوکو سبزیه یا شوی دو با مرغ و کوکو سبزی کوکو سبزی چیزه ش... شوی دو با مرغ خیلی خوبه آره، تو اصفهان چیزه همه آره. شوید میگی تو شوید شوی دو شو چی میگی شوید 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 آخ نه, نه. خوب یه جوری شوی دو بیا با مرغ شوید شوید لوبیا نه شوید نه شوید شوید نه آره ما میشویدیم آره بیا شوید لوبیا من مثلا شوید آره درست شوید لوبیا ایما یه وقته یه چیزایی میگه جالبه یاد میگیریم ازش نکردم این علاقت <تصفح> به گوشت از کجا میاد گوش خورم دیگه یعنی یه جونه نمیتونی بجی بشی تو همه گوشت دوست نه این اصلا تو کومانو که من میبینم من, من مرغ رو زیاد نمیپسم نمیدونم چه مرغ رو باید وسط مثلا چند سری گوشت بخوری که آب و هوا دوست من فقط مرغ رو خیلی افریشیت میکنم بیشتر از بعضی اصلا این طوری هم میتونم هر روز سپهرم این چه احساسی داری که با سپهر توی کسه کنی من برای همین خیلی به سپهر نزدیکم اشخ کنید اینطوری اپیزود عوض کوروش میای خیلی گوش دوست داشتنه نه نه من خونه هم اصلا مامانم مثلا میگه چه غذای درست بکنم مثلا مامانم اصلا میرم خونه میگه که مامانم میگه که آره مثلا زرش پلو با مرغ آشقالا آ بابا کی زرش پلو با مرغ آشقالا که من دیوونه میکنه باقالی پلو با, با مرغه وای بله هر چنگای مادر از این اصلا چرا این قضا جنریت کردی از این... خشک میشه دیگه اون این قضا کلا باید از از سیستم غذا ایران بره بیرون من چون نه باقالی شما میتونم <تصفح> بخورم نه مرغ شما باید بیاد کلا احساس کنم افتضاح غذای از غیر غیر هر چنگای از این خلاقیاتو میزنن شما تو اصلا هیچ چیز اضافه ای نمیخوردین بله کنم همین همین سبز پلو با ماهی و هیچ رسم اضافه ای هم تو اصفهان نیست در مورد عید که مثلا مخصوص اصفهان باشه امیدوارم که مردم کم عیدی بدن ها مثلا رسم خیلی زیاد امیدوارم که مردم شهر رو چیزی نکرده باشیم نه خیلی ساده برگزار میشه یعنی همون سبز پلو با ماهی سلام میکنیم به سپایی شما چی در جنوب و شمال و نه متاسفانه حالا من خیلی اخیر تازه فهمیدم که غذای عید مثلا سبزی پلو با ماهی بوده ما مثلا عیدا که معمولا تبریز بودیم بعدم می‌رفتیم اهواز بندری می‌خوردیم عادت نداشت نه خیلی غذای خاصی درست نمی‌کردن بابا برات سبزی پلو با ماهی درست کردم آره اول کووید بود یه با یه ترسی اومد اصلا کسی از خونه بیرون نمیره آره یادم شما گناه کمیده کرده و هشت شب تو میتینگ بودم بعد گفتم باید برم اصلا اینجور گفت آه داری میری فلان ایدی دیگه نرم که دیگه میره آره ولی هیچ غذای معمول رو میخوردن توی آره من یادم نمیاد ولی من یادم ماهی که همیشه میکنیم و ماهی سفید ماهی و مثلا قزل زیاد پر از تیر جالب نیست بخون. بابا یه بار داشتن چیز میشد می بله. چرا تیر تو گیر گیر بره. بره. سفید مثلا مال شما دیگه جنوبی هیچ وقت سفید نمیخورن و میگن اصلا ماهی به درد نخوریه خوشمزه نیست در مقایسه با ماهی که جنوب هستی خوش <تصفيق> 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 میلا جون ایزا هر گاره اینو کامل ببند رو صورتش هم یه چیزی بذار لطفا یه چیزی تو واسه میلا دیگه واسه من سرفته بود تو دقیقه بیشتر داشت میگفت انسان شدم نمیدونم شما اولش فکر کردین گوشتون یه جز دیگه رفت من فکر کردیم نه من با مطمئن بودم یه وقتی دیدم مطمئن شدم ازشون این آنلاک نکن خیلی بد میشه آره آره دیگه فقط میشه چیز فحش بخوریم پس پس هیچ غذایی نبوده هیچ رسم رسم چی چرا دم مثلا چهارشنبه سوری قبل مثلا تو تبریز غذا درست میکنن کلت زوش کلجوش آره این مثلا مال اونا چی است درست نمیدونم یه چیز آبکی بود توش کوفت قلقلی اینا داشت و آره. اینا بعد نون میزدن و... کلا جوش آره کله جوش اه... چی رسم و رسوم پرسیدی آره مثلا رسم و رسوم که متفاوت باشه حالا به اینجا میخوام برسم <applause> که... که منی که سی سال ایرانیم وقتی از سوتی پولو خبر نداشتم واقعا از خودم ناراحت و واقعا الان دارم در به در مثلا میگردم وقتی میبینم مثلا یکی برای قسمتی از ایران میگه خب شما چی عید مثلا عیدو چی کار میکنین چه رسم و رسومایی هست که بقیه جاها نیست میبینی موقعی که مثلا میگن کانادا خب تو اون همه یه Average رسم و رسومی رو به جا میارن ولی موقعی که ایران بودی خیلی خوب بیشتر بوده بیشتر. آره میخوام بدونم اون موقعی که قلزتش بیشتر بوده با این که الان اینجا هست چقدر فرق میکنه و این خیلی باحاله مثلا ما الان حالا به واسطه کومان الان داریم غذاهای جاهای مختلف رو امتحان میکنیم خیلی چیز بمبیه یعنی مثلا فکر نمیکردم انقدر غذای متنوع باشه برای یه دونه ایونت اون غذا افغانه که گوشته که چیز ول میشد مثلا زرک باید بریم بیاین زرک رو بریم خدا که دیگه با کسایی که دارم میشتم تو ونکوور واقعا رستوران زرک رو برید خیلی بمبه ببخشید من پریدم تو حرفت من کله <تصفح> جوش چی برنامه خاصی یادم نمیاد مفهوم حالا نشستن توی آره آره اونو ولی خب همه جا هست دیگه مثلا خیلی هم ایده خوبیه دیگه برای اینکه منظم ای بشه یا مثلا تو خونه نیستی یکی نیاد ملاقات شما یه اون بزرگا مثلا یه روز مشخصی تقویم داده بودن که ما نشستیم هم. مثلا از صبح شب نشستن و بعد همونجا آدما میان و میرن بعد اتفاقی که میافتاد مثلا حالا ما از تهران رفت بودیم تبریز بعد مثلا میرفتیم توی مثلا خونه یه نفر که اونا رو ببینیم یه گروه دیگر رو اونجا دیده بودیم بعد میرفتیم خونه نفر بعدی اون گروه دیگه هم دوباره اومده بود <تص> با هم <تص> همه میرفتیم میرفت بعد رفت. میری مثلا هی خورابیه به تعارف میکنم من کلا چون شیرینی خورابیه خورابیه چیه خورابیه یه شیرینی خیلی سمیه خیلی خفنه توی تبریز درست میکنن خیلی خودشون نمیدونم. دوست دارن خیلی من چون شیرینی خورنیستم خیلی علاقه نداشتم خ... مثلا هی میری اینجا مثلا اینو بعد دیگه بخور و اینا خیلی خوبه من خیلی دوست دارم تا آخر شب, شب حالت به هم میخور از قیافه اون آدم چون انقدر دیدیشون خیلی با دیگه, شب فامیل باشن نه <تصفی> <تصفی> خو... اینی که کارو میگه خوبیش اینه حالا خو... از... تو فکر من این بود تو هر خونه ای که میرفتی خب هر خونواده یه ایدئولوژی داشتن بعد میدیدی که اون جمعیت خودش رو یه جوری پرزنت میکنه تو هر خونه ای یعنی هایی که مطرح میشه حرفایی که زده میشه چند نه ما همچین چیزی همه یه رو این کیاس در اید تالا به وجود آوردین هیچ کیاسی به عنوان بچه توی دید و بازدید های ایدی که آره کردفتین. من فرضا با خنده های بی نه اون،, اون کیاس نیست منظورم کیاس واقعی کارهایی که تو کردی نه بیای بیرون براتون داستان استخ رو گفتم توی چیز گفتم ماهی پردادنم هم گفتم که دوستشم ماهی آزاد باشن یه مدت افتاده بودم خونه مردم میرفتم ماهیاشون میرفتم تو دستشوی سیفا میگشتن که آزاد بشن اید هر سال یکیش رو میکنه از کجا بر میداشید ماهی تو تو جس مینداخته گل تو... ب... مگه روی میزی نیست که سفره هست چرا حفظی؟ مثلا اینطوری جایی... <تصفح> بعضی ای جایی که ما میرفتیم سفره هستین رو توی مثلا نشیمن خودشون میذاشتن بعد ما رو میوردن مهمون خونه آلی. و تو صفر رفسی نه بعد ما که میرفتیم بازی کنیم یه سر این صفر رفسی اون که تو می کردی از تونگ تا دستشویی چجوری میرفتی دستشویی بعد بپرسی خب دستشویی کجا خونه بود و یک بار هم ماهی بیدن. رو به،, به, سرکه سپردم چون احساس کردم خب ماهی هست اونجا هم میتونه انداختی تو سرکه؟ اینا پیتا نشنمه این بود <تصح> <تصح> <بزاقی؟ تصح> <تصح> پیتا؟ مال همین حقوق حیوانات این توالت فرنگی بود یا توالت ایرانی؟ فرنگی آره چون توالت ایرانی ها بعضیش یه چیزی اونجا داشت اون زرد تخم رو میشه اون رو میذاشتن به فکر ماهی افتادم که اگه مثلا آقا این چیزی نه, نه سوسکر دیگه چرا شیر همینه دیگه واسه سوسک بود واسه سوسک بود جدی میگی وگرنه خود اون که کارو فقط خراب میکنه من فکر کردم مثلا مثلا مرتضی میره میشینه مثلا چم یو <تصفح> انگوشش از دستش میفته اون هم میتونه باشه بای پروداکت میتونه باشه که ازم به خاطر اونه از این دید مرتضی مرتضی معمولا دستشون توپ بود انگوش دار اصلا در به هر اصلا سیدی میره واسه میشه اونجا خیلی همین فرقی که فرقی تب میپاشه وای بعد خالی بدی ب�د. کجا میرسیم همین رو خب پس هیچ کیاسی شما شما همه آد پسرای خوب اینجوری بعضی بعض این موقع میشد که ترقای چاشمه سوری مونده بود مثلا تو حیات نزدید. خونه اونا می‌زدیم ولی ماهی انداختی تو سرکه هیچ هیچ کیاس دیگه ای اتفاق نیفتاد بگو نه تو تو به جای ما نه ما مثلا داشتیم مثلا کاکتوس گاز زدم مگه آب بخوره از تو و این کاکتوس بزرگ شد با فک... جای گاز یعنی اونجا بود دیگه این جای گاز بچه بود این بود این بزرگ شد و این جای گاز بود خونه خودتون بود یا مهمون مهمان بود آره خونه خودمون زیاد کاره چون ما معمولا نمیموندیم تهران خیلی کم هیچ نموندیم تهران برای بعد شیراز بودیم یا آبادان آها حالا جالبیش اینه این میگم رسم و رسوم رو واقعا آدم باید بشینه با این قدیمی صحبت کنه اینا رو بنویسه زنده نگه داره مثلا اید اگر یه نفر مثلا توی اید یا قبل از اید فوت کرده باشه اون بزرگایی که میشینن بهشون یه دیگه میگن آه. میگن عید اول عید آره. اول به همه مثلا اول با برن اونجا بعدا یعنی میرن تسلیت میگن بعدا آره. میرن. اینو, این... اینو هم. من حالا این رو موقعی یاد گرفتم که پدر بزرگ من قبل از عید کنم یه هفته قبل از عید فوت کردم و من اینو فرس هند اکسپریینس کردم که چه جوری و واقعا اصلا هیچ وقت فکرشو نمی کردم که انقدر متفاوت باشه و این آدمایی که می اومدن اولیا اولی خیلی مثلا اوایل عید که میشد همه خب خیلی ناراحت و مضمون و اینا بودن آخرهای عید نزدیک سیزده به که میشد می که مثلا مشکیا رو در بیارن ام. از تن آدمایی که اونجا هستن و این باید تا آخر عید دیگه هندل میشد این پروسه باید اره این پروسه طی میشد و بزرگتر رو واقعا اینو بلدن ام. و من هیچ ایده نسبت به اینکه این, که این چه جوری باید انجام ندارم و حتی مثلا کازینایی هم که داشتم و موقع مثلا پسرم پسر پس خالی که ندارم پسر امو مثلا فقط میشه پسر امو دختر هیچ چیز دیگه یا نداشت. وقتی که اونجا بودن اونا بلد بودن چجوری با این مثلا با این جور رسم و رسوم ها رفتار بکنن و من هیچ چی نمیدونستم این و خیلی اذیتم هم میکرد برای همین الان خیلی دنبالشم که مثلا ببینم آره چه اتفاقایی میفتده ما خب کانادا فوتیمون کم بوده دیگه بلد نیستیم اینا رو باید چه اینجوری دارک اینا این من بعد تو میام لایتش کردم بچه‌ها میرین دارک توش. نبود عید عاشق خوراکیاش هم دیگه خوردن این نون پنجره‌ای بود شیرینی پنجره ای درست که یادم نمیره سمنو 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 هیچ وقت یه اپیزود داشتیم دم عید فرادین ظرف شیرینی گوشت کنار <تصفح> همین خواهر درست کرد یکی از <تصفح> <خوهرت> درست کرد <تصفح> <تصفح> خیلی خوشمزه بود آره این عید اصلا نه شیرینی نه چی بعد میگرفتی آره خدا عید به این چیزاش خیلی آره حالی که میداد به این چیزاش بود آره اون بوی سنبول و سرکی <تصفح> و <تصفح> <تصفح> یه سادیسمی هم داشت مدرسه که پیک میداد به ما خب اون وای پیک اصلا چیز درستی نبود واقعا پیک نمیدونم فکر کنم هنوز دین دیگه از پیک برو با 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 خیلی بدم ویگ بود بار. یادمه یعنی مثلا سوال ریاضی ش... نمیپرسید ش... یه سوال عجیب غریب پیک دادن دقیقا آه. فرهنگ غالب توی ایران بود آره. هیچ وقت نمیتونی لذت مبسوط ببری نه حتما باید یه چیزی باشه سیخونک به تو یعنی زنب. دو هفته تعطیلی بهت مشق میدم عره. ذهنت استراحت نکنی و لذت نبری از تابستون تعطیلی بیا مدرسه <تصح> بیا کلاس <قلاص>. اصلا <تصح> <تصح> دقیقا فرهنگ غالب توی ایران تو هیچ وقت لذت نمیتونی باید یه چیزی رو مخت باشه همیشه آره و این واقعا رو مخ خدا یعنی این تکلیف عید واقعا آره. من از با هم همیشه مثل این مسافرت میرفتم کلش نبودیم من یه بار دیگه اصلا خوش شد شبش نشستم تو 11 کلش رو تو یه روز انجام دادم دیگه هیچ نبردم با خود. خب این کله شد رو روز اول نمیتونی انجام نمیتونستی انجام بدی روز اول یعنی چی روز اول, اول که, که بهت دادن خب دیگه همین کار خب فکر کردم سفر که رفتین شب آخرین شبی که شب همین قبل اینکه بریم او چه کاریه این تو خب. خونه ما اشتباه بود این کار تو خونه ما باید هر روز در روز آن انجام اگر داری. که همش انجام میدادی یه روز جدیدی اینترودوس میشد یعنی <تصفح> <تصفح> خب تو پیک انجام چون خب مشهور دانش که داریم <تصفح> که یعنی داری داری. تو باید کارتو رو نویسی دست بندی کردی همین نمیدونم چرا چه مشکلی با مدیریت میخواستم بهت یاد بدن اینجا دیدی مثلا چقدر به بچه‌ها میرسن تفریح نمیدونم ورزشی که دوست دارن تفریحی که دوست دارن نمیدونم جایی که ایران اصلا یه چیزی همه چیز میلا جو بود چرا هیچ لغت دیگه نبودی هی تلاش کرده اینو میشه گذاشت میلا دمت گرم ولی چیز دیگه ای که هست میگم تو خونه ما اصلا نباید مثلا سری اون کارا رو انجام میدی باید یواش یواش انجامش میدادی که کار جدیدی اینترودوس نشه به کارات <applause> اگر که دوستان سری انجام مثلا پیک اگه یه روز انجام میشه خب وقت داری دیگه نمیخو... وقت داری برای چی طرف کنی درس بخونی دیگه آره. ولی اینجا حالا یه جالبی که هست با کسایی که بچه دارن و میان حالا کانادا یکی از مشکلاتی که باهاش میخوان دست و پنجه نرم اینه که معلمان زیاد مشق به بچه ها نمیدن بله یعنی بله. مثلا یه پدری که در ایران بچه داشته و بچه شفت مدرسه به این عادت داره که بچه میاد خونه باید انقدر تکلیف داشته باشه که دهنش سرویس, سرویس بشه. بشه ولی خب توی تو فرهنگ کانادایی حالا توی آموزش پرورش کانادا اینطوری نیست <applause> و خانواده ها نمیدونن که چه جوری با این وقت آزاده بچه‌ها با باید دست و پنجه نرم کنن اصلا <applause> همین دیگه برگرد به بحث قبلی تو میگفتی کار تعریف نمیکنه من همش اینجوری هم. مثلا من کار نکنم خب چیکار کنم <applause> میدونید انگار همیشه همین بوده که مثلا میری مدرسه, باز مدرسه میری بعد مدرسه میای خب من باید این مشکل رو انجام بدم همیشه یه چیزی بوده و من خودم اونجوری مثلا تعریف کرده بودم انقدر <تصفح> بی... کار نکردن و لش کردن نه اصلا لش اصلا نمیدونم یعنی بیش... نمی یه ذره تعطیل زیاد بشه دیگه نمیدونم چی کار کنم حوصله آدم سر احساس میکنم مثلا بیهوده شدی زندگی همون دیگه من احساس میکنم ما بیشتر از اینکه بخوایم بفهمیم که چرا معنا نداره کاری که داریم انجام میدیم باید بیایم فکر بکنیم که برای بقیه زمانمون چه برنامه بریزیم من احساس میکنم ما توی اون انقدر, انقدر, انقدر بهمون یاد آه ندادن ده. و انقدر ضعف داریم باید. که اون زمانه موقعی که هیچ کاری نمی کنیم احساس میکنیم به پوچی رفته دیگه داره. واقعا. دقیقا. و فکر میکنم که مشکل اصلی ما اینجای قضیه است. آه دقیقا اینی که گفتی من مثلا یک شنبه ها رو دقیقا. آقا بذارید حرف بزنه یک شنبه ها آره رو که مثلا سر کار نیستم <applause> نشستم مثلا رو مبل اذیت هم میگم وای نکنه مثلا خب بیاین پیش من همین رو مبل هم اینجوری که خب نشینم با یه کار بهتری انجام بدم بیاین پیش من بیاین دور هم بشینیم صحبت کنیم یه چیزی میبینیم یه داکیومنتری با هم میبینیم یه کف و گفتیه مشکلاتمون رو میگیم از همه مبلش رو عوض کرد بشه <applause> چون تنها روزیه که میتونم هم... با خانواده باشی همسر رو ببینم چون تو تو رفته که نمیبینیم همو میفهمم این زندگی های <تصف> ماشینی خلاصه که سال نو همگی مبارک امیدواریم که امسال هممون به همون آزادیایی که توی ذهنمونه برسیم و به فردای آزادتری هممون امیدوار باشیم من من واقعا به این امسالی که سالی که داریم میاد امیدوارم بعد از تمام اتفاقایی که افتاد بعد از تمام این زجرها و هایی که کشیدیم چه از به عنوان ایرانی بودن چه از به عنوان انسان بودن آدما خیلی اذیت شدن فکر می کنم تو این یک سالی که گذشت مخصوصا تو این شش ماه گذشته دم همه گرم دیگه همه فکر می کنم که تمام توانشون گذاشتن من شخصا نمیتونم به هیچ کسی بگیرم که توی مدت کم گذاشت فکر میکنم همه تمام اون توانی که داشتن از روز اول رو گذاشتن و شروع کردن به مبارزه کردن و من خیلی 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 امیدوارم آره دیگه امسال که میدونید نصر داموس ما ست تا از مافیا هزار <applause> سال آخرشونه نمیتواره. ایران آزاد میشه سینه سقوط سال نو همین مبارک باشه سال همتون مبارک دمتون گرم مرسی که امسال هم با ما بودید به اپیزودامون گوش دادین همراه هم بودین کامنت گذاشتین بهمون کلی انرژی دادین موقعی که انرژی نداشتیم با همون خندیدین با هم دیگه گری کردیم دم تک تکتون گرم واقعا آه. آه. اگر که سالتون... خیلی شش. اون اپیزود اولی که من بعد از این دفعه فرق میکنه من ایمان... فرق... از ایران فرق... فرق از اون اپیزود واقعا حالا همه که بغض داشتیم خیلی زیاد فکر کردن گیر. بهش هم چیز میشه خیلی زیاد گریه میگم واقعا اگر که لطف کسایی که اپیزودا رو میشنوند و کامنت میذارن و انرژی میدن و هستن اگر که اونا نبود واقعا شاید ماها انرژی ادامه دادنش رو نداشتیم و این واقعا برای من شخصا خیلی ارزش داره دم تک تکتون گرم نگفتی چرا جامون جا عوض شد جاهامون عوض شد کسایی که میبینن اگه جامون میبینید عوض شده به خاطر تاریکی پوست یه مشکل نجات موجه... <applause> من احساس کردم که پوست کارون و من بیشتر رنگش به هم دیگه میخوره و ما میتونیم رنگ این بر رو بهتر تنظیم کنیم من اون بر که چا... میشستم فرهاد چون خیلی روشن بود نور با من سایه تنظیم میکردن فرهاد پیامبر میشد نور رو با فرهاد تنظیم میکردن تو محف میشد آره همیشه توی تو گونه بودی دیگه تا, تا کار کنسل... اومدن اینور روشنا تا کنسل نشدیم دم تک تک دنگه هم. <تصفح> مرسی که ما بودین فعلا خدافظ خدافظ من قبل خدافظی خواستم یه یادی بکنم از آه. توماج صالحی و همه زندانیایی که به ناحق الان تو زندونن میدونم حالا قرار نبود دوباره به چیز کنیم ولی دم همگی هم واقعا من شخصا هم هر روز به یاد زندانی هستم به خود توماجه سالهی ای به خاطر اینکه به ناحق اونجاست و زن زندگی آزادی